برنا اندیشان تقدیم میکنند. سلام، امروز میخوام در مورد آموزش تلفظ در زبان انگلیسی صحبت کنم. تلفظ در زبان انگلیسی یه مبحث بسیار پیچیده و جامعی هست که اگر بخوایم زبان انگلیسی رو یاد بگیریم، یکی از مهمترین قسمت هایی که باید بهش توجه کنیم قسمت تلفظ هست. تلفظ کردن در زبان انگلیسی بر مبنای لهجه هایی هست که ما میتونیم برای خودمون انتخاب کنیم. اولین لهجه‌ای که انتخاب میکنیم لهجه بریتیش هست. دومی لهجه امریکن هست. لهجه بریتیش هم باز به لهجه های مختلفی تقسیم میشه، مثلا لهجه استرالیایی، لهجه اسکاتلندی، لهجه ولزی، لهجه ایرلندی، لهجه دیگه همین کشورها دیگه، مثلا لهجه انگلیسی هندی، هندی هم انگلیسی صحبت میکنن دیگه. لهجه امریکن داریم، لهجه کانادایی، مثلا لهجه کانادایی با لهجه آمریکایی فرق داره، حواستون باشه. لهجه کانادایی درسته، کانادایی هم مثلا آمریکایی شبیه صحبت میکنن، ولی در تلفظ بعضی کلمات مثلا out رو میگن out، get out، get out، نمیگن get out، میگن get out، get out، اه میگن. چون چرا؟ چون به دلیل اینکه کانادا با بریتانیا ارتباطه و تحت سلطه بریتانیا هست. خب برای لهجه اول باید مثلا بگیم شما مثلا بریتیشو میخواید تلفظ کنید یا امریکنو، فرقی نمیکنه در اصل، ولی در جزئیاته که بعضی فرق دارن. مثلا تو لهجه بریتانیایی بعضی حرفا رو مثلا تلفظ نمیکنن، مثلا آر، مثلا میگن مثلا واتر رو توی بریتانیایی میگن واتر، تو آمریکایی میگن واتر، واتر. تی رو چون بین دو تا حرف صدا دار اومده د تلفظ میکنن، د، دال، بهش میگن دال فرسایشی، میگن water، water تو امریکن، تو بریتیش میگن water، water. خب مثلا میگیم پوتر، هری پوتر، هری پوتر، میشه هری پاتر، میگه هری پاتر، هری پاتر، هری پاتر، هری پوتر، پوتر، هری پوتر، میشه بریتیش. خب هری پوتر میشه بریتیش، هری پاتر. خب امریکن، خب نگاه کنید بریتیش مثلا آر رو تلفظ نمی کنن، تی رو می خونن، دی نمی گن. ما دال فرسایشی در انگلیسی، زبان انگلیسی بریتانیایی و حتی زبان انگلیسی استرالیایی نداریم. تو کانادایی چرا میگن؟ کانادایی ها تلفظ میکنن. بعد اینکه کانادا زبان دو تا زبان صحبت میکنن، یکی انگلیسیه، حواستون باشه این رو بدونید، یکی هم فرانسویه. بعد بریتیش امریکن، ولی مثلا انگلیسی رو مثلا صحبت کنید تو کانادا خب میفهمن چی میگی، اصلا میدونن، چون تو بعضی مدارس انگلیسی هم صحبت، بعضی مدارس دانشگاه هم انگلیسی صحبت میشه، ولی فرانسوی رو بدونید، چون فرانسوی هم میدونن، چون یه زمان سلطه فرانسه زندگی کرد کانادا، تحت امپراتوری فرانسه بود. بعد تلفظ ها رو اول باید برای خودتون انتخاب بکنید. مثلا لهجه امریکن بیشتر ساده تر از بریتیش است برای خیلی از افراد، چه در لحاظ آواشناسی، چه در لحاظ بسیار از موارد دیگه. در خصوص تلفظ باید آواشناسی رو بدونید. آواشناسی یک سری عبارت ها هستن که مثلا میان عبارت هایی که حالت حروف فونوتیک بهش میگن، حروف فونوتیک، حروف فوناتیک. حروف فوناتیک چی هستن؟ توی دیکشنری رو اگه باز کنید یه سری چیزها نوشته شده که با اسلش جدا شده، توی کنار کلمه نوشته شده، مثلا زدین مثلا اپل، اپل رو به صورت فوناتیک نوشته، اونها حروف فوناتیکه. اگه شما حروف فوناتیک رو بلد بشید تلفظ ها بیشتر کلمات رو میتونید به خوبی تلفظ بکنید. خب بسی شد آموزش تلفظ زبان در زبان انگلیسی، لهجه بریتیش و لهجه امریکن. چون آمریکا مثلا کسی لهجه بریتیش صحبت کنه نگاه فکر میکنه خیلی باسواده، مثلا حتی یک سری خبرنامه ها رو میدن یک فرد بریتانیایی تبار بخونه که مثلا اعتبار رو بالا میبره. اینو بعد تفکر تو تفکر بعضی آمریکایی ها هست. بعد در لهجه حالا کانادایی توی امریکن مثلا میگن که چی؟ مثلا What are you doing? What are you doing? اینطوری میکنن. مثلا What are you doing? یا میگن What you doing?
What you doing? نه آر رو نمیخونن. تی به بای برزی صدا چه میده. What you doing? بعد بخوایم آمریکایی ترش کنیم دیگه What you doing نمیگیم ما. میگیم What you doing? نه تا نمیخونن. کانادایی ها در تلفظ این مشکل دارن. مثلا نمیتونن بخونن. نمیتونن بگن doing. تا بگن doing. یه حالت گه هست چون بیشتر فرانسوی هم بلدن، این حالت ژنتیک بار درونشون پیاده سازی شده یا ایمپلمنت شده به قول بعضیا. بعد what are you doing you watch it doing مثلا یه عبارت دیگه مثلا هست، این داریم تلفظ رو میگیم it was you، اون ز اس مثل صدای ژ میده، میگیم it was you it was you میشه it was you. خب بعد لهجه کانادایی، لهجه استرالیایی هم دقیقا مثل لهجه بریتانیایی میمونه، ولی در یه حالت ا و ا رو اینا یه خورده حالت زیر تلفظ میکنن. حالت زیر مثلا میگن doing میگن doing، بیشتر باید تلفظهاشو بشنوید. ولی تو برید تو استرالیا آمریکایی صحبت کنید میفهمن چی میگه، اصلا نگران نباشید، یا بریتانیایی یا کانادایی هستن. بعد لهجه کانادایی هم لهجه ای که ترکیبی از انگلیسی و فرانسویه. بعد اینکه در لهجه کانادایی هم باز کانادایی ها انگلیسی رو راحت صحبت میکنن مثلا، ولی حالت فرانسوی وار هم اونطور زیادی است، هم انگلیسی رو راحت صحبت میکنن هم فرانسوی رو. ولی مثلا تو بعضی تلفظ ها مثلا out رو میگن out، تو بعضی تلفظ ها انگلیسی رو میخوان تلفظ بکنن فرانسوی توش هستن. خب بعضی کلمات این هم بود. بریتیش، امریکن، کانادایی، استرالیایی داریم که گفتیم، لهجه استرالیایی داریم، لهجه اسکاتلندی داریم. اسکاتلندی ها خیلی زیاد دارن، خیلی حالت خیوار تلفظ بکنن. ایرلندی داریم که باز این اسکاتلندی و ایرلندی به بریتیش نزدیکه، به بریتانیایی نزدیک داره. خب این هم بود از تلفظ ها. بعد بریم سراغ آموزش کتاب English Pronunciation in Use. شاید شما هم به دنبال یه دوره‌ای باشید که تلفظ ها رو به طور کامل بهتون یاد بده، یعنی از سطح پایه تا پیش رفته. این دوره که همینطور که تو اینجا دارید میبینید دوره آموزشی تلفظ هست، از سطح پایه تا پیش رفته، که اول باید بدونید برای چه کسی مناسبه. افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان رو دارن، زبان آموزانی که میخوان در آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی نمره زبان در آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی مثل آیلتس و تافل نمره بالایی کسب کنند، علاقه‌مندان که میخوان در محیط‌های حرفه‌ای و آکادمی به زبان انگلیسی بدرخشن، همه کسانی که به دنبال بهبود تلفظ و لهجه انگلیسی خودشونن. بعد تو اینجا قرار آموزش جامع تلفظ بریتانیایی رو یاد بگیرید، البته مدرس تلفظ امریکن هم بهتون یاد میده تو اینجا. ساختار منظم و اصولی داره، پوشش لهجه‌های گوناگون داره، گفتم دیگه پوشش لهجه‌های گوناگون رو داره، مثلا بریتانیایی، اسکاتلندی، ایرلندی رو داره. برای همه زبان آموزان و دانشجویان مناسبه این کتاب، همراه هم برای افرادی که به دنبال یادگیری تلفظ انگلیسی هستن هم مناسبه، در خصوص در حوزه هم آواشناسی و تلفظ و این جور چیزا. حالا با استفاده از این کتاب شما قادر خواهید بود چه کارهایی انجام بدید؟ صداهای انگلیسی رو به درستی تولید کنید، بگید، کلمات رو با استرس و آهنگ صحیح تلفظ کنید. استرس همون تلفظ، اون تشدیدی هست که ما میگیم توی که میشه همون استرس در انگلیسی. جملات رو با لحن و آهنگ طبیعی بیان کنید. لهجه بریتانیایی رو به طور کامل و بی نقص تقلید کنید. در مکالمات روزمره و موقعیت رسمی با اعتماد به نفس کامل صحبت کنید. و اینکه با استفاده از این کتاب از لحاظ تلفظ میتونیم بگیم که یکی از جامع ترین منابع هست که میتونید شما ازش استفاده بکنید و دانش تلفظی خودتون رو به راحتی تقویت بکنید، که خیلی از عزیزانی که میخوان زبان انگلیسی رو یاد بگیرن اول مشکلشون تلفظ هست، که این کتاب کاملا میتونه نیاز عزیزان رو در خصوص آموزش تلفظ در زبان انگلیسی به طور کامل برطرف بکنه. بعد اینکه این سه کتاب از پایه تا پیش رفته کلیه نکات مربوط به تلفظ در زبان انگلیسی رو پوشش میدن، که اسمش هست English Pronunciation in Use.
شما عزیزان میتونید برای تهیه آموزش کتاب English Pronunciation in Use به وبسایت برندشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.